با سلام درود به یاران عزیزم و آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران عزیز در کلی مراحل زندگانی. دوستان، در گفتارهای پیشین یادآوری کردم که در آیه‌هایی از قرآن مجید راجع به مأموریت‌های الهی که خداوند واگذار می‌کنه به مأموران ویژه خودش صحبت کردیم، یعنی یادآوری شد بر اساس آیه‌های قرآن که یک لایه و قشری از موجودات آگاه و هوشمند هستند که به عالم غیب تعلق دارند. عالم غیب یعنی چنان که گفتیم عالمی که ذاتاً نامرئیه، نه اینکه نامرئیه به علت دوری یا به علت کوچک بودن دیده نمیشه. خب مثلا مولکول ها هم دیده نمیشن، اتم ها هم دیده نمیشن، قابل رصد هستن ذاتن، اما اگر ما نمیتونیم به راحتی رصدشون کنیم و ببینیمشون، به علت نقص وسائل و تجهیزات ماست. یه شیئی طبیعتاً وقتی دور بشه از دایره رصد خارج میشه، اما میشه با تلسکوپ های نیرومند دوباره دایره رصد رو انقدر توسعه داد که یه شیئی هر چقدر هم که دور باشه باز قابل رصد بشه. اما این مقولات مربوط میشه به اشیایی که ذاتاً قابل رصد هستند و با ادراک حسی میشه باهاشون ارتباط برقرار کرد. به اینها، به این مجموعه میگن عالم شهادت، یعنی در معرض شهود قرار میگیرن، مشهود هستند. اما موجوداتی که به عالمی تعلق دارند که ذاتاً قابل رصد نیست، یعنی هیچ گونه راهی برای اینی که ما از طریق ادراکات حسی بهشون وصل بشیم وجود نداره. با تلسکوپ ها یا رادیو تلسکوپ ها قابل رصد نیست. این رو بهش میگن غیب. اما همچنان که عالم شهادت فضای سبعدی درش موجودات مختلف وجود داره، شامل گالاکسی ها، خوشه های کهکشانی تا میکروارگانیزم ها، در عالم غیب هم موجودات متعددی وجود دارند. عالم غیب ازش به ملکوت تعبیر شده. عالم غیب موجوداتش ملک نامیده میشند. موجودات ملکوتی ملائک نامیده میشند. در قرآن مجید ذکر میکنه که خداوند به این موجودات غیبی که ازش به ملائک تعبیر میشه مأموریت هایی رو واگذار میکنه و اونها رو با اون مأموریت ها
ارسال میکنه، میفرسته به نقاط مختلف کائنات برای اینکه اون مأموریت هایی رو که دارن و انجام برسونن. از جانب دیگه باز آیه های قرآن تصریح دارن به اینکه از میان ابناء بشری که روی زمین زندگی میکنند هم خداوند اشخاصی رو برمیگزینه تا به اونها مأموریت هایی بده که برن و ابلاغش کنن. پس خداوند هم از موجودات ملکوتی و هم از موجودات عالم ملک، هم از موجودات غیبی و هم از موجودات عالم شهادت فرستادگانی رو برمی انگیزه، برمی گزینه که اینها رسول و مرسل هستند. اما این کائنات با این عظمتی که داره مسلماً حیات درش محدود به سیاره به نام زمین نیست و هوش هم محدود به حیات زمینی نیست. به همین دلیل موجودات فرازمینی بسیار 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 زیادی در سراسر کائنات وجود دارند، به سیاره‌هایی تعلق دارند، به منظومه‌های شمسی تعلق دارند که چند میلیارد سال پیش از ظهور منظومه شمسی ما آفریده شدند و موجودات هوشمندی که روی اون سیاره‌ها در اون منظومه‌های شمسی زندگی می‌کنند به لحاظ معرفت نسبت به خود و نسبت به گیتی و نسبت به فضا بسیار بسیار پیشرفته تر از بشر روی زمین هستند و به لحاظ کنترل تکنولوژیک نسبت به جا به جا شدن در فضا و در زمان هم چند میلیارد سال نسبت به بشر پیشرفته تر. همچنان که خداوند در آیات قرآن تصریح میکنه که از میان ملائک و آدمیزادها رسولان و مرسلانی برای ابلاغ کلمه حق برمیگزینه، از این موجودات فرازمینی هم مأموریت های خاص میخواد. فرق ملک یعنی فرشته یعنی موجود غیبی که متعلق به عالم غیبه یعنی متافیزیکه، با فرازمینی یعنی کسانی که ساکنان کرات دیگه هستند، ساکنان تمدن های فوق پیشرفته موجود در کرات دیگه هستند، هم وظایف خاصی رو میخواد که عهده‌دار بشن. از جمله اونها سفر به سیاره زمین و ارتباط با برگزیدگان زمینی برای امداد اونها در مأموریت های خاصیه که به اونها واگذار شده. در قرآن مجید
قبلا در سوره هایی که آیات مربوط به داستان ابراهیم نبی علیه السلام در ذکر شده یادآوری کردیم که ایشون با اشخاصی ملاقات میکنه که نهایتاً از طریق هوا، از راه هوا بر سر مردم صدوم و عموره در استان نینوای عراق امروز گوگرد و گفریت و آتش از آسمان میبارند و مانند دودی که از کوره بالا میره اون شهر کنفیکون میشه و جعلنا عالیه ها سافله ها زیر و رو میشه و به کلی از میون میره. این اشخاص روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته و شهر صدوم و عموره دچار رجزون من از سما بشه، ابراهیم با سه نفر از این مأموران فرازمینی ملاقات میکنه. اینها فرشته و ملک، یعنی موجود غیبی نیستند، جسمانیت دارند. میان میشینند، بلند میشن، را میرن، تکلم میکنن. هم ابراهیم اونا رو میبینه و هم همسر ابراهیم که در کنار چادر ایستاده اینها رو میبینه و با همدیگه گفتگو میکنن. ظاهرا هیچ فرقی با آدم زمینی ندارن. ظاهرشون مثل سایر آدمیزاد هاست، اما اوصافشون، خصوصیاتشون با آدم های زمینی دیگه تفاوت داره. به همین دلیل ابراهیم در وهله اول تصور میکنه که اینها آدم های زمینی هستن. بعد متوجه میشه اینها آدم های زمینی نیستن. بعد متوجه میشه که اینا میخوان برن و از راه هوا شهر صدوم و عموره رو از روی زمین بردارن و ازشون خواهش میکنه که بلایی بر سر نماینده خودش در اون شهر، یعنی لوط، نیاره. و اونها میگن ما اومدیم که لوط رو اول نجات بدیم بعد اون شهر رو کنفرانس میکنیم. پس این موجوداتی که ابراهیم مشاهده میکنه و با ابراهیم تکلم میکنن و گفتگو میکنن و با همسر ابراهیم گفتگو میکنند، نه موجودات غیبی هند، نه موجودات زمینی هند. پس چی هند؟ موجودات فرازمینی هند. موجوداتی هند که از سیارات دیگه برای انجام مأموریت‌های خاصی که بهشون واگذار میشه میان و خودشون رو معرفی میکنن. میگن ما رو فرستادن برای که تکلیف قوم مجرم رو روشن کنیم و حقشون رو بذاریم کف دستشون. قال فما خطبكم ایها المرسلون، ای کسانی که شما فرستاده شدگانید، به یه مأموریتی شما رو فرستادن اومدید اینجا، به چه مأموریتی شما رو فرستادن؟ اونا میگن انا ارسلنا، ما رو فرستادن برای اینکه تکلیف قوم مجرمین رو روشن کنیم. پس این موجودات فرازمینی در روی زمین و در ارتباط با تاریخ تحولات بشری در روی زمین حضور پیدا می‌کنند. پس اینجا ما متوجه میشیم که بر اساس نص قرآن مجید ما فقط با فرشته، یعنی ملک، و فقط با جانوران زمینی من جمله آدمیزاد سر و کار نداریم. یک گروه دیگری از موجودات هم هستن که موجودات
فرازمینی هستن، از فضا میان. اما این موجودات فرازمینی که از فضا میان، اینها ملک نیستند، اما با ملکوت در ارتباطند و از عالم ملکوت به اینها مأموریت ملکوتی و الهی داده میشه تا بیان. اینها به طور عادی میتونن این طرف و اون طرف برن، ولی میتونن خودشون رو بر اساس قوانین اپتیک و جذب نور مرئی در لباسها و یونیفرم هایی که به تن دارن و انتشار اشعه های نور در درون بافت لباس خودشون و مانع از انعکاس این نور شدن، خودشون رو از چشم بپوشونن، پنهان کنن، دیده نشن. اما دیده نشدنشون ناشی از تکنولوژیه که به کار میگیرن، نه اینکه ذاتن غیر قابل دیده شدن باشن. آدمهای فرازمینی هستند که با یک تکنولوژی خاصی که مورد استفاده قرار میدن، خودشون رو از چشم ناظر میتونن پنهان کنن. اما هر وقتم که بخوان میتونن خودشون رو به چشم ناظر به نمایش در میارن. وقتی اینها ازشون سوال میشه که شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ به چه کاری اومدی؟ بر اساس و ما یشاؤون الا ان یشاء الله میگن ما اراده ای از جانب خودمون نداریم، مشیتی از طرف خودمون نداریم. اون مشیت الهی که و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اون اراده کرده که ما بیایم این کار رو انجام بدیم. اینها مشیتشون محو در مشیت عالم اعلاست، ارادهشون محو در اراده عالم اعلاست. یعنی اگر که صحبتی میکنند، اون صحبتشون و اون حرفی که میزنند ناشی از منیت و نفسانیت خودشون نیست، از خود خالی هستن. اما عالم غیب از وجود اینها صحبت میکنه. اینها وقتی میگن ما، این ما بیانگر اون اراده جمعی عالی است که اینها درش منحلن، به این اعتبار صحبت میکنن. یعنی و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رماست. یعنی وقتی اون میگه ما این کار رو میخواییم بکنیم، نه اینکه اون سر خود تصمیم گرفته بیاد یک کاری بکنه، به اون یه مأموریتی واگذار شده که تو برو این کار رو بکن. به این اعتبار اون مرسل و رسول محسوب میشه تا بیاد برای ارتباط با رسول زمینی و برای امداد رسول زمینی. وقتی معاندان رسول اکرم، اعداء رسول اکرم میگن شما کی هستی؟ ایشون میفرماین من صاحب رسالت هستم. میگن کی به شما این رسالت رو داده؟ ایشون میفرمایند خداوند من این رسالت رو داده. چطور به شما این رسالت رو دادن؟ ایشون بیان میکنن از طرف واسطه های من. اینا میگن چرا اون واسطه ها نمیان مستقیما با ما صحبت بکنن یا خودشون نشون بدن که ما ببینیمشون؟
پاسخ اینه که اگر در روی زمین موجودات ملکوتی زندگی میکردن، اون وقت فرستادگان ما بر اونها هم موجودات ملکوتی بودن. اما شما آدمیزاد هایی هستین که روی زمین زندگی میکنین و رسول شما باید یک آدمی باشه، یک بشری باشه مانند سایر ابناء بشر تا با شما صحبت بکنه، به سوال های شما پاسخ بده. اما این رسول با این خصوصیات از خودش چیزی نمیگه. از طریق وحی صحبت میکنه. پس اینجا مشخص میشه که این گزاره ها و گزارش هایی که در متون کهن مانند قرآن و مانند عهد عتیق تورات وجود داره، باید لایه های مختلف درش لحاظ بشه. اونجایی که صحبت از شیء پرنده میشه، هر جایی که صحبت از شیء پرنده میشه، ما در اونجا دیگه با ملکوت ارتباط نداریم، بلکه با موجودات فرازمینی ارتباط داریم که با ملکوت ارتباط دارند. و از اون کسانی که به رسول زمینی پیوستند و نسبت به حق، کلمه حق، به یقین رسیدند، در برابر ستم ستمگران و جباران و فرعون ها و طاغوت ها کمک می‌رسونند. تا ادامه این گفتار شما رو خدای بزرگ می‌سپارم.